دونالد ترامپ گفته اتهامات تأخیر علیه او باعث نمیشه که از فکر نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی صرف نظر کنه. ترامپ گفته اتهامات تأخیر درباره بیرون آوردن اسناد محرمانه از کاخ سفید و همینطور تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری قبلی بی اساسه و به جایی هم نمیرسه. رئیس جمهوری پیشین آمریکا در یک مصاحبه رادیویی گفته هیچ اشتباهی نکرده و فکر هم نمی‌کنه که مردم آمریکا اتهامات وارده به اون رو قبول داشته باشن. بسیاری از مقامات آمریکایی هم خواستار شفافیت بیشتر از جانب پلیس فدرال آمریکا FBI و وزارت دادگستری این کشور در پرونده تحقیقاتی ترامپ شدن. به یورش پلیس به مارلاگو نگاه کن. یورش به منظر رئیس جمهور پیشین. باید در این موارد شفاف عمل کرد. باید اطلاعات درست رو منتشر کرد تا به شایعات و تئوری‌های توطئه دامن زده نشه. من فکر می‌کنم FBI و وزارت دادگستری باید شفاف و صریح عمل بکنن. من هر کاری در توانم باشه انجام میدم برای متوقف کردن تئوری‌های بی اساس توطئه. اگر اطلاعات مفید داشته باشم. اما من نمی‌دونم چرا FBI به خونه رئیس جمهور پیشین حمله کرده. من نمی‌دونم که آیا مردم درگیر در جریان حمله به کنگره رو هنوز نگه داشتن یا نه. اونا باید شفاف‌تر عمل کنن. سناتور ریک سکات بود، سناتور ایالت فلوریدا، در پاسخ به همکارم آرش علایی. ترامپ مدعی شده اسناد طبقه بندی رو که در جریان تفتیش خونش در مارلاگو به دست اومده رو قبل از خروج از کاخ سفید از حالت طبقه بندی خارج کرده بوده، هرچند کارشناسان میگن خروج این مدارک از کاخ سفید قانونی نبوده. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. آرش، به نظر نمیاد که این داستان رفتن FBI به خانه آقای ترامپ در مارلاگو به این زودی ها به پایان برسه؟ تنش در هر دو سو ادامه داره. به عنوان یک خبرنگار امروز من توی این جلسه که در کنگره آمریکا برگزار شد در مورد تهدیدات که علیه پلیس آمریکا وجود داره، در برعلیه FBI وجود داره که بخش عمده‌ایش برمیگرده به کارتل های مواد مخدر، ولی بخش خیلی عمده‌ای از اونم الان برمیگرده به مشکلات سیاسی که در داخل آمریکا هست، در این جلسه شرکت کردم. سوالی هم که دیدید ابتدا از سناتور جمهوری خواه پرسیدم راجع به همین هست. در مورد پرونده ترامپ به طور اخص ما می‌بینیم که گزارش‌های در واشنگتن دی سی در مطبوعات معتبر منتشر میشه که به صورت بسیار بالایی از منابع ناشناس استفاده می کنند و حتی صحبت هایی تو مطبوعات مطرح میشه به اسم منابع ناشناس از داخل وزارت دادگستری، از داخل FBI، که جزئیاتی رو راجع به این حمله FBI به خانه آقای ترامپ مطرح می کنند که واضحا نشان دهنده این هست که اینها آدم هایی هستن که واقعا اطلاع دارن از داخل اون، شامل اینکه به کدوم اتاق ها سر زده شده، چه مدارکی بیرون آورده شده و بعضی از این مدارک حتی از چه اطلاعاتی بهره می‌برده با اینکه برچسب محرمانه داشته. این سوالی بود که من امروز از قانونگذاران آمریکایی پرسیدم. آقای ریک سکات راجع به شفافیت صحبت کرد، گفت من که سناتورم خبر ندارم، FBI به من یه سناتور نمیاد بگه که کدوم مدارک رو برده یا نیاورده یا کدوم افراد رو دستگیر کرده یا نکرده، بنابراین شفافیت در این زمینه مهمه. اما وقتی از سناتور دموکرات سوال کردم، آقای دیک دوربین، سناتور ایالت ایلینوی، ایشون به من گفت متوجه نمیشه دقیقاً سوال من راجع به چیست و من رو به چالش کشید برای اینکه براش نمونه بیارم. وقتی بهش اشاره کردم راجع به اینکه گزارش‌های مختلفی وجود داره در واشنگتن پست، در نیویورک تایمز، در مطبوعات دیگر مطرح در آمریکا که به منابع ناشناس اشاره میکنه، آقای دیک دوربین در پاسخ به من چنین گفت: من فرضیه که مطرح میکنید راجع به این که اطلاعاتی درس شده رو نمیپذیرم، مگر اینی که برای ثابت کردن این فرضیه مدرکی داشته باشید. من فکر میکنم در مورد مسئله‌ای که میتونه تحقیقات کیفری باشه، فرضیه‌های مختلفی از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات مطرح میشه. افراد باید در سطوح مختلف در هر دو حزب با دقت عمل کنند و مراقب باشند. آرش، به هر حال آنچه که آقای ترامپ در این مصاحبه رادیویی گفته به نظر نمیاد که چندان نگران یک کیفرخواست احتمالی باشه.
ببین برای تیم ترامپ مشخص هست که الان باید وایسن سر موضع خودشون و البته اونها هم داستان در مورد آقای ترامپ هم واقعا مشخص نیست. یعنی ما در مورد وکلای ترامپ هم میبینیم ادعایی میکنن در مطبوعات یا مثلا در همین آدیویی که شما میگی ازش منتشر شده پشت سر هم ادعا میکنن که رئیس جمهوری سابق آمریکا این مدارک رو از طبقه بندی محرمانه خارج کرده. اما وقتی شما مدارک دادگاه رو میخونید، اون چیزی که وکلای ترامپ به قاضی دادگاه گفتن، شما هیچ اثری از آثار اینکه آقای ترامپ ادعا کرده که این مدارک رو از طبقه بندی محرمانه خارج کرده نمیبینید. اگر رئیس جمهوری سابق آمریکا واقعا این مدارک رو از طبقه بندی محرمانه خارج کرده، چرا وکلای او در دادگاه به این قضیه استناد نمیکنن؟ و خب شاید یک دلیلش این باشه که مدرکی در این مورد ندارن. بنابراین الان مخصوصا در مورد آقای ترامپ راجع به اینم بارها صحبت کردیم. آقای ترامپ یک شخصیت جنجالی است، یک شخصیتی است که نظر آدم‌ها رو برمی‌انگیزه، یا خیلی خوششون میاد یا خیلی بدشون میاد، و در مطبوعات هم به گونه است که سوال‌های مربوط به داستان ترامپ، اگر خبرنگاران یا اون ارگانیزیشن‌هایی که پشتشون هستن تا حالا حمله کردن، دوست دارن به حملات خودشون ادامه بدن، و اگر تا حالا دفاع می‌کردن، دارن سعی می‌کنن دنبال دلایلی بگردن که حتماً از ایشون دفاع کنن، و شفافیت در این زمینه به نظر میاد که قربانی شده. آرش علایی خبرنگار ما در کنگره آمریکا، ممنونم.